با درود خدمت شما آقای منوچهر اسلامپور، سپاسگزارم از اینکه به ما فرصتی دادید در رادیو جوانان امروز برای یک گفتگو. خیلی خوش آمدید. با درود به شما هم خانم نورشید و همچنین بینندگان و شنوندگان شما. آقای اسلامپور، مسئله گرفتن جایزه نوبل توسط البته آقای تقی رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی، محمد به هر حال ما دیدیم که خیلی سر صدا را انداخت. همین استقبالی که ما امروز میبینیم از خانم نرگس محمدی میشه، خیلی ها وقتی که به خانم شیرین عبادی هم جایزه نوبل رو دادن، همین بحبح و چهچه گویان بود. بعد که هویت حقیقی خانم عبادی و بیتفاوت بودنش به مسائل حقوق بشری در ایران و حتی جانبداریش از چهارچوب حکومت جمهوری اسلامی، به هم خیلی ها رو عقیدشون رو برگردوند و فکر نمی کنم که الان خیلی ها همون دیدگاه رو راجع به خانم شیرین عبادی دارن. و یا حتی مسائلی که راجع به تجزیه طلبها، دفاعهایی که خانم شیرین عبادی به طرق مختلف از تجزیه طلبها، یه سیاسی فعالین تجزیه طلب سیاسی کرده. و اما ما برمیگردیم به خانم نرگس محمدی. خانم نرگس محمدی هم حالا درست ایران هستن، زندان هستن، ولی همسرشون آقای تقی رحمانی به راحتی در گفتگو که با صدای آمریکا فکر کنم داشتن، خیلی راحت از قوانین اسلامی دفاع کردن و خیلی اون قوانین اسلامی رو مدرن و آپ تو دیت قلمداد کردن. آیا شما فکر می‌کنید با یه همچین افکارهایی چطوری میشه معتقد بود که گرفتن جایزه نوبل توسط این خانم که البته همسرشون گرفته در حقیقت به نمایندگی از ایشون، واقعا میتونه نمایانگر به اصطلاح مسئله جنبش زن زندگی آزادی باشه؟ بفهم. بله، من تصور میکنم پیش از این که به این جریان خود این جایزه الان برای خانم نرگس محمدی بپردازیم، به یه دو نکته خیلی خیلی سریع اشاره بکنیم و بره. یکی اینکه ما در درجه اول هممون میدونیم که غربی ها برای منافع خودشون به جمهوری اسلامی نیاز دارند، و یا اینکه یک بدل و جایگزینی شبیه همین که بتونن به غارت‌هاشون ادامه بدن، و اساساً غربی ها به هیچ عنوان مایل به این نیستن که در ایران یک رژیم مثلا ملی دموکراتیک، حالا جمهوری، پادشاهی، هر چی که مخواد باشه، یک رژیم ملی نمیخوان باشه. برای این گزینه غربی ها میشه عرض شود اصلاح طلب ها که ادامه همونه، قارت هاشون همونه، و حالا یک جمهوری اسلامی به یک شکل دیگری. نکته دوم این که اصلا خود کارنامه خود این به وجود آمدن این جریان نوبل هست. شما اطلاع دارید، شاید بعضی از بینندگان و شنوندگان شما براشون زیاد آشنا نباشه، این آقای آلفرد نوبل پسر شخصی است به نام شخصی بوده به نام ایمانوئل نوبل. این ایمانوئل کارخانه اسلحه سازی داشته و بمب‌های به اصطلاح چی میگن، مین دریایی، اینجور چیزا میساخت. آقای نوبل، یعنی آلفرد نوبل، که مخترع دینامیت هم هست، ایشون میاد باز دوباره کارخانه اسلحه سازی میسازه، درست میکنه، توپ و تشکیلات به اصطلاح چیز میکرده، تولید میکرده و همچنین مواد شیمیایی که کاربرد جنگی داشته، و از این راه ثروت هنگفتی به دست میاره و در اواخر عمرش، حالا به قول برخی از دوستان مذهبی، برای توشه آخرتش حالا میگه که این رو بذارید برای یه همچین جوایزی. خب یه همچین کارنامه درخشانی که اینها دارن که هیچ کدومش برای صلح نبوده، میاد جایزه رو تعیین میکنه. حالا بسیار خوب، اما در پشت پرده این جریان نوبل و این تشکیلات نوبل هم باز خبرهایی هست. مثلا باز شاید برای بعضی از دوستان شنونده و بیننده شما جالب باشه که مثلا همین نوبل
به اصطلاح مؤسسه نوبل در سال 1939 آقای آدولف هیتلر رو نامزد جایزه صلح نوبل میکنه. بعد از اون ما میبینیم که یک سری کسانی از این نوبل جایزه میگیرن که باز کارنامه درخشانی ندارن. اسحاق رابین، شیمون پرز، نمیدونم یاسر عرفات، عرشبت بود شما، باراک اوباما. همینطور بیایید تا برسیم به داستان خودمون. در اینجا ما میبینیم که دوباره در ادامه این جریان به اصطلاح غارت هایی که میخوان بکنن و یا رژیم هایی که براشون بهتر هست، میرن دوباره سراغ اصلاح طلبا. شیرین عبادی مثلا میشه کاندیدا و به اصطلاح جایزه صلح نوبل میگیره. من حتی در صفحات مجازی به چند جای دیدم که از کاندیداهای احتمالی نام خانم معصومی علی نجات قومی و همچنین نسرین ستوده هم هست. یعنی شما تصورشو بفرمایید که واقعا آیا در بین 80-90 میلیون ایرانی دیگه صالحتر و بهتر و نمیدونم درخشانتر از این آدم ها وجود نداره؟ طبیعتا خانم نرگس محمدی که میره در زندان، حتی برها اون زندان خودیشون، باز در رأیگیری جمهوری اسلامی شرکت میکنه، یعنی با رأی دادن خودش رژیم جمهوری اسلامی رو به اصطلاح تأیید میکنه. آیا دیگه مؤسسه ای که با چنین چیزهایی، با لابیگری ها، پول گرفتن ها، حتی به باور خیلی ها افرادی رو انتخاب میکنه، خب طبیعی است که نباید زیاد تعجب کرد به خانم نرگس محمدی، مخصوصا تو این برهه بخواد جایزه بده. و طبیعتا اینجور جایزه دادن ها در بعضی مواقع چراغ سبز دادن به خود رژیم و یا دندان نشان دادن، که اگر فرض کنید شما اون مسائلی که ما میخوایم ارائه نکنید یا برآورده نکنید، برسات جایگزین دارید شما. این میشه گفت خیلی خلاصه نظرات من در این رابطه. آقای اسلامپور، شما اشاره کردید به نسرین ستوده و معصومه علی نژاد، ولی خب نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم که اصلا معلوم نیست چرا باید اینها هم از طرف آنارکو شبکه ملی نروژ پیشنهاد داده بوده باشن، که مثلا چون مثل اینکه ظاهرا خانم الهه محمدی مادرشون رو از دست داده بوده تو این مسائل چیز مسائل حرکت های اخیر اون چند ماه پیش، زن زندگی آزادی و اینا. و ما واقعا یک چیز دیگه که برای من جالبه اینه که خانم نرگس محمدی و پروسس بسیار دیگردیسی که ایشون داشته از نظر شکل و شمایل و اینا، اگه مثلا من یه تصویری هستش که حالا روی اکرام میذارم، این خانم نرگس محمدی در حقیقت از کل خانوادهشون اولا خیلی مذهبی هستن و در ثانی وابستگی خانواده ایشون خصوصا از طرف مادری به سازمان مجاهدین یک چیزیه که انکار ناپذیره و بسیاری از این از مثلا اعضای خانوادهشون اعدام شدن به خاطر اینکه عضو سازمان مجاهدین بودن. ولی حالا من موندم که چطوری میشه که از چهره ای مثل خانم نرگس محمدی و شوهرشون تقی رحمانی میان و یک همچین اصلاح طلبا استفاده ابزاری میکنن یا به اصطلاح اینجوری قهرمان سازی میکنن از ایشان. ایشان توی زندان بوده ولی برای زنای ایرانی چه کار کرده؟ من نمیدونم، یعنی واقعا از نظر چیزی که باید فهمید اینه که ایشون حالا به خاطر دفاع از حقوق موکلش بوده یا اعتراض به شرایط ایران رفته، ولی چه کار حیاتی، چه تاثیر مثبتی در زندگی مردم ایران خصوصا زنا داشته که ایشون جایزه صلح رو تونسته ببره؟ یعنی یه مقدار خیلی کلیشه‌ای به نظر من میاد، همونطور که شما هم فرمودید اصلا سیاسی بازیه و ما
خانم علی نژاد خیلی سر صدا خیلی پیشتر داده بود، راه انداخته بودن تو بوق و کرنا که ایشون عضو پیشنهاد شده که به جایزه نوبل بگیره، ولی ما دیدیم که به خاطر حضورش در کنار آقای به اصطلاح اون آقای یهودی که هستش، بله اسمش الان یادم رفته، آقای لوی برنارد هنری لوی، بله، و به اصطلاح به خاطر حضورش، حالا یا چه میدونم مسائلی که پشت پرده، به هر حال جمهوری اسلامی اینا رو که فرستاده خارج، همیشه چشم و گوششون هم به اینا هست که چه کار میکنن. یه مقدار پا از گلیم فراتر گذاشتن های خانم علی نژاد در سالهای اخیر، من فکر کنم حتی اصلاح طلب ها رو هم از یعنی به جایی رسون که ایشون رو از لیست خودشون حذف کردن، و یکی از دلایلی که شاید این زن با تمام سرصداهایی که رو انداخته هر جنبش زن زندگی آزادی رو به اسم خودش رسما مصادره کرد و میدیای چه ایرانی خارج از کشور، چه حتی میدیای کشور، یعنی میدیای رسانه هایی که مال لندن و آمریکا و این برم بودن، حتی این زن رو به اصطلاح محرک و یا رهبر جنبش زن زندگی آزادی اعلام کرده بودن، همشون سریعا به اصطلاح عقب کشیدن و ایشون یهویی از بورس افتاد. بفهمید. بله، ببینید اساسا یکی از مشکلات ما از کلا نداشتن یک چیزی به اسم اپوزیسیون هست. ما اپوزیسیون به معنای واقعی اپوزیسیون یک پدیده یا یک تشکیلات منسجم قوی و ضد حکومت نداریم. آنچه که هست بیشترشون یک سری افرادی هستن که با هوچیگری، با چهار تا مصاحبه، با چهار تا بیانیه و غیره بیشتر دنبال بیزینس سیاسی هستند. و خب طبیعتاً این تشکیلات و این سازمان هایی که میان یه همچین افرادی رو انتخاب میکنن، یکیش بحث لابیگری است. به هر حال پول های رد و بدل میشه اون پشت پرده و الا کسی مثلا فرض کن من رو چه کسی میشناسه؟ حالا اگر یه چهار تا افراد مثلا فرض کنیم با پول و نمیدونم اینکه شناخته شده باشند و غیره ارتباط داشته باشند با اینها بیان مثلا من رو که مثلا تو خونم نشستم هیچ کاری هم مثلا بالا دستم بر نمیاد رو من رو میتونم کاندیدای هزار جور جایزه های مختلف بکنم. ما میبینیم که مثلا در همین به اصطلاح مؤسسه نوبل مهاتما گاندی چهار بار ظاهرا نامزد جایزه نوبل میشه و نمیگیره و نمیدن بهش، ولی مثلا یک آدمی مثلا که سوابق درخشانی هم نداشته میاد میگیره. یا مثلا شیرین عبادی، شما تصور بکنید که همین این البته به نظر شخصی من هست، تأثیر خانم نرگس محمدی برای آزادی و نمیدونم حقوق زنان و نمیدونم صلح و غیره به همون اندازه ایست که خانم شیرین عبادی داشت. درسته ما ایرانی‌ها یه مقدار به اصطلاح اون حالت جوگیری رو داریم، یعنی اگه یک نفری که جایزه بگیره ما مثلا همه بلند میشن براش هورا میکشن تا ببینن که به اصطلاح بعدن چی میشه. چون که مثلا حالا توی پرانتز خیلی جالب بگم، یه هنرپیشه هست در به اصطلاح هنرپیشه ایتالیایی است که در بعضی از فیلم‌های هالیوودی هم بازی میکنه به نام مونیکا بلوچی. بعد این رو ورداشتن کردنش مونیکا بلوچی و مرتبا می نوشتن در فضای مجازی که یک ایرانی مثلا خیلی هنرپیشه مثلا معروفی. حالا ما ایرانی ها توی همچین حالتی داریم. این یکی از به اصطلاح ضعف‌های ماست که دارای یک اپوزیسیون نیستیم. ما اگر دارای اپوزیسیون بودیم طبیعتاً غربی ها به خاطر منافع خودشون هم که شده توجه میکردن به این مسئله و اینقدر به خاطر حالا سیاست، پول، نمیدونم هر چیز دیگه ای نمی اومدن یک افرادی رو بیان مثلا بهشون جایزه صلح نوبل بدن که همشون آجنتای خود رژیم هستن. یعنی همین خانم شیرین عبادی برآمده خود رژیم بود، خانم نرگس محمدی هم همینطور. خانم نرگس محمدی از اون ابتدا وقتی به کارمشکل نگاه میکنی با اصلاح طلبا بوده،
همکار شیرین عبادیه، همونطور که نرگس ستودی هم در همون راستا بوده و به اصطلاح شاهکارش تازه دو تا جوان رو بالای دار فرستاد، بعدش هم که شد وکیل خانم شیرین عبادی. یعنی اینا وقتی که هر درست مثل دایره میمونه که هر از هر طرف که میری میرسی دوباره به اون بخش اصلاح طلبا، و این تشکیلات و این به اصطلاح مؤسسات غربی هم این رو میدونن، یعنی هم ضعف ما رو میدونن هم خواسته های خودشون رو طبیعتا و منافع خودشون. آقای اسلامپور، همونطوری که میدونید یک جایزه نقدی هم معمولا همراه این به اصطلاح پلاکی که میدن و نوبل هست که به برنده ها میدن، و این مقدار رو خانم شیرین عبادی وقتی گرفت معلوم نشد چی کار کرد، فرستاد به کی، خونه خرید، ملک خرید توی اروپا، چی کار کرد. حالا همه چشما به آقای تقی رحمانی که این پول رو به وکالت از سازمان ملل گرفته، چه ببخشید به سازمان همه نوبل گرفته یا قرار بگیره، و همه معتقدن که این پول باید صرف فعالیت های بشردوستانه بشه. ما ندیدیم خانم عبادی همچین کاری کرده بکنه. فکر میکنید آقای تقی رحمانی چیکار میکنه با این پول؟ یا فکر میکنید واقعا هزینه میکنن برای ایرانیایی که آواره هستن در گوشه کنار دنیا، یا ایرانیایی که داخل ایران خانواده هاشون زندانی هستن و اینا احتیاج به حمایت مالی دارن؟ آیا واقعا کمک میکنن این زن و شوهر که به اصطلاح همچین جایزه رو بهشون دادن، یا اینکه شاید آقای تقی رحمانی اگه تجدید فراشی هم نکرده تو فرانسه تجدید فراشی علنی بکنه و یه ویلایی بخره و بره بشینه تو خانم نرگس محمدی هم که زندان تشریف داره؟ بفهمید. البته مال شیرین عبادی یک جورهای مشخصه که چی کار کرده. خانم شیرین عبادی بخشی از این پول رو در اون زمان که زمان احمدی نژاد هم بود گذاشت در بانک یکی از بانک های ایران، به این زمام اون پلاک ها و جوایز و مدال و تشکیلات که از اینها گرفته بود توی صندوق امانات، به اضافه مقداری از اون پول رو، مقدار دیگرش رو، یا مثلا فرض توی نمیدونم حالا دیگه نصفش یا یه ذره کمتر بیشتر، بر اثر بردش کانادا. مثلا که مقدار پولی که مصادره کردن ظاهرا، مثل اینکه دولت برداشته بود اون دست. نه، من اون رو کامل توی روزنامه های ایران اتفاقا دنبالش کردم، چون میگم این مثلا پدیده اپوزیسیون اینا هم شروع کرده بودن سر صدا که این رو مصادره کرده بودن. من حتی فکر میکردم که جایزه نوبل به چه درد احمدی نژاد میخوره. مثلا بین جریان اینجوری بود که ایشون میان یه بخشی از این پول رو میذارن در ایران در بانک، به این زمام اون پلاک و تشکیلات شنم که تو صندوق سرمایه امانت گذاری کرده، حساب تو حساب سپرده گذاشته که سودشو بگیره. نمیدونم حالا حسابش سپرده بود یا هر چیز دیگه که برسه توی بانک بود. در اون موقع وزارت دارایی اعلام میکنه که شما به اصطلاح نمیدونم 1,600,700,000,000 همچی چیزی شما پول دارید توی این حساب، در نتیجه مالیاتش میشه 140 و نمیدونم خورده این میلیون تومن. توجه کردیم هم خود خانم شیرین عبادی و هم خانم نسرین ستوده که وکیل ایشون بود نوشته بودن که به اصطلاح جواب داده بودن به دادگاه که به اصطلاح اون وزارت دارایی که این مال جایزه است و جایزه هم مالیات نداره طبق حالا قانون. اون رو دیگه من دقیقا نمیدونم تو ایران جایزه مالیات داره یا نه. به هر حال درست مثل همین کشورهای خارجی که اگه شما مالیاتت رو ندی حسابت رو بلاک میکنن، بلوکه میکنن، اونا هم این همین کار رو کردن. یعنی حساب تمام حسابهای خانم عبادی رو بلوکه کردن، طبیعتا ایشون دیگه دسترسی به اون نشان و نمیدونم مدال و تشکیلات خودش هم نداشت، که این رو گذاشتن به حساب مصادره. در واقعیتش بحث منم که عرض کردم پیشتر که دو جمهوری اسلامی دست گذاشت روی این مسئله. اون پول مهمه، حالا اون جایزه نوبلش اون سنونم اینا اهمیت چندانی نداره. آره اونا برسط جمهوری اسلامی هم حالا یا بهانه کرد یا هر چیز دیگه، به اصطلاح گفتش که شما تا زمانی که
نیایید این مفاسا حساب مالیاتیتون رو بکنید که 140 خورده میلیون اون زمان بود، بر صورت این پول بلاکه میشه. حالا این آقای به اصطلاح همسر خانم محمدی هم من فکر میکنم به تجربه ای که خانم همکارشون خانم شیرین عبادی داشته احتمالا این پولها رو به ایران نمیبره. حالا همونطور که علتی فرمودید نداره ببره، سالهاست خودش به عنوان یه مثلا مخالف نظام تو فرانسه با بچه هاش داره زندگی میکنه، اونجا به هر حال میگیره و... بله، در نتیجه وقتی که مثلا همونطور که شما فرمودید آیا به ایرانی ها میرسه، خب طبیعتا به ایرانی ها میرسه، یعنی ایرانی ها عبارت میشه از اینکه خود ایشون هست، خانومشون هست و یکی دو تا بچه هم مثل که دارن، خود 4 نفر به نه اصطلاح نه ما نه من میتونیم. منظورم خانواده اینا نبود، منظورم اون نه من... موقعیتی که اون پول رو میدن به ایرانی ها کمک کنن، به مسائل حقوق بشری نه کمک کنن. بله متوجه هستم، میگم که از نظر اینها برداشت اینجوری میشه که اونام 4 تا ایرانی هستن، به اصطلاح ایرانی ها حساب میشن، در نتیجه بین خودشون یعنی خانواده خودشون حالا تقسیم میکنن، سرمایه گذاری میکنن یا چی کار میکنن. بر صورت این چیزی نیست که از این پول ها چی به قول معروف به مردم ایران، یعنی اون مردمی که مورد نظر شما بود و تعریفی که کردید برسه. همونطوری که خانم مثلا فرض بکنه علی نجات اگر پولی که میگیره، یعنی کیسه دوخته برای پولهای مردم ایران، در حقیقت از اون پولها به هیچ عنوان نه صرف نمیدونم مبارزه میشه نه چیز دیگه، اینا فقط برای بیزینس های خودشون است. بله آقای اسلامپور، مسئله دیگه که هست اینه که رسانه های حالا حتی طرفدار سلطنت طلب و چپی و راستی و همه خلاصه طوری دارن در ابراز خوشنودی میکنن از این جایزه که این خانم برده، چون کار خاصی نکرده، میگم برای مسائل حقوق بشری یا نمیدونم و وکالت هم خب پول گرفته بوده از کسی، وکالت کار سیاسی بوده، مسئله سیاسی بوده، حال هر طوری شده به هر حال ایشون خودش هم گیر افتاده. متاسفانه میبینیم که تو ایران وکیلم که باشی اگه بخوای از یه کسی که مخالف نظام دفاع کنی شما باید بری همون بشینی توی زندان. ولی مسئله دیگه اینه که چرا اینقدر ما ایرانی ها، حالا یک مسئله دیگه ای که داریم اینه که این حقایق رو نمیبینیم، نمیبینیم که چه خبر داره میشه، نمیبینیم که خانم نرگس محمدی یعنی نظام جمهوری اسلامی منتها اصلاح طلبه، یعنی آیا واقعا مردم ایران به این بسنده میخوان بکنن که نظام این تندروها برن و یه مقدار آزادی نسبی بگیرن و پاشن به هر حال به صلاح از نو جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه منتها با یه مقدار آزادی های نسبی؟ یعنی آیا واقعا مردم ایران این رو حقشون اینه یا خواستشون اینه؟ بفهمید. حال اینکه طبیعتا از نظر تفکر من و شما و امثال ماها، مردم ایران هم انسانهایی هستند مثل سایر انسانهای دیگه و حق دارند که از تمامی مواهب زندگی از آزادی تا مسائل مادی و غیره بهرمند باشند. اما اینکه خواستشون این هستی بحث دیگه ایه. ما میبینیم که به هر حال در این ما یک ملتی هستیم که اساسا من یک مطلبی رو نوشته بودم، این صحبت سالها پیش یادم نیست کی بود، به نام ملت امام زمانی، یعنی اساسا اینا منتظرن که یک کسی بیاد نجاتشون بده، خودشون زیاد سعی نمی کنن تکون بخورن مگر اینکه یک نسلهایی بیان یا نسلی بیاد مثل همین جریان جنبشی که موسوم شد به جنبش مهسا، نسلی اومد بیرون که ترمه خط بطلان کشیده بود به همه، اما متاسفانه حمایت کافی نشد و در از طرف دیگه به اصطلاح یک مشت خیانتکاری که به اصطلاح به طمع پول شده بودن اپوزیسیون، این مسئله رو به انحراف و شکست کشوندن.
حال واقعا چی بشه؟ من اصلا یعنی دیگه که وضعیتی مال مردم ایران که اصلا نمیشه گفت. از یک طرف میبینی که به هر حال حق دارن، هر کس در تنگنایی قرار گرفته که به هر حال میخواد اون زندگی خودش رو، روزمره خودش رو بگذرونه. از طرف دیگه مردم بسیار بسیار آماده هستن برای هر حرکتی، و از طرف دیگه مثلا میبینیم که یک سری آدم های میان از من تصور میکنم اصلا پرنسیب ندارن، هیچ گونه پرنسیب و خط و مرزی ندارن. مثلا همین چند روز پیشا من یه چیزی دیدم از آقای رضا پهلوی مثلا، از همین جریان حمایت کرده بود، که من تنها چیزی که نوشتم اون بالا که آقای شما واقعا نمیدونید که این به قول معروف آبشخور یا این آخر این آدم از کجاست، یعنی تا این حد شما نمیدونید. من تصور نمی کنم که ندونه، یعنی چیزی که مثلا فرض که من بدونم اساسا باید ایشونم بدونه، ولی حالا چه منافعی هست، یا انقدر به اصطلاح منافع پشت پرده ای هست که ایشون و امثال ایشون، یعنی وقتی که ایشون حرکت میکنه طبیعتا هواداراش هم به دنبال خودش میکشه، یا یه سری مسائل پشت پرده و منافع هست، یا تشخیص نمیده. در هر دو حالتش من تصور میکنم که به اصطلاح صلاحیت رو از ایشون سلب میکنه. بقیه هم که دنبال همین چیزها هستند، یعنی چون خودشون نمیتونند کاری انجام بدن، در نتیجه از هر حرکتی فکر میکنن میتونن استفاده بکنن برای اینکه در بین مردم مطرح بشن یا به اصطلاح خودشون جنبش رو به پیش ببرن، در صورتی که اصلا این صحبت ها نیست. تنها و تنها و تنها مردم داخل ایران هستند که میتونن تصمیم بگیرن، میتونن حرکت بکنن و به اصطلاح هر کاری که باشه باید اونا انجام بده. حالا اینها این با این بازی ها تا چه حد میتونن مردم رو در انحراف، در بیخبری ببخشید نگه دارند، این رو دیگه من نمیدونم، ولی در هر شکلش ما یا من حداقل، من به هیچ کس کاری ندارم، حداقل من وظیفه خودم رو میدونم، حتی اگر بعضی ها میان نمیدونم حتی فحاشی هم که میکنند، من حرف خودم رو بزنم تا به هر حال شاید اثری در یک گوشه داشته باشه. بله متاسفانه الان که به قدری به غلیان اومدن این هموطنهای ما در فضای مجازی که اگر می نویسیم که آقا نرگس محمدی هم به اصطلاح تگ زد برادر شغاله از خود نظامه، سری میگن آ اینا شماها ایادی جمهوری اسلامی هستین و فلان، با اینکه اصلا نرگس محمدی جایزه نوبل بردنش یکی دیگه از نقطه های قوت این هستش که ما میتونیم بدونیم و مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی و لابیگری های جمهوری اسلامی خارج از ایران چقدر قوی هستن، که خیلی راحت نرگس محمدی رو که از خودیشون هست و آقای تقی رحمانی هم که شوهرش بازم از خودیاشونه لابی کردن و ایشون رو به اصطلاح پاس دادن توی لیست جلو. و شما که افراد متفاوتی اشاره کردید، ما خانم آنگ سان سوچی رو هم داشتیم وقتی که جایزه نوبل رو گرفت، بعد که به حکومت رسید دیدیم که چه جنایت های خود این خانم کرد. حالا دوباره همون میدیای غربی، همون سیاستمدارای غربی، دوباره که این خانم توی حبس خانگیه، ما میبینیم فراموش کردن که وقتی این خانم به قدرت بود چه جنایت های خودش کرد. اونی که من اصلا فکر میکنم که کشورهای غربی هم خودشون نمیدونن از کی باید دفاع بکنن، اونقدر که فقط کسی باشه که بتونه خواستهای اینا رو برآورد کنه به نظر من در کشورهایی که اینا منافعی دارن و باید دولتهایی به قدرت برسن که حافظ منافع اینا باشن در حقیقت. بله حالا من یک موردی بود که من نشنیدم، حالا نمیدونم شما شنیده باشید یا نه، مثلا همین تو همین گیرودار این جریانات نوبل، این جریان غزه و به اصطلاح حماسی که به اسرائیل حمله کرده بود، این خانم جایزه نوبل هیچ واکنشی نشون نداده، من که نشنیدم، حالا نمیدونم شما هم شنیدید. این خانم الان تو زندانه و به هر حال شاید دغدغه‌ش هم فقط دغدغه خودشه و یا درگیر فعلا خوشحالی جایزه نوبله. من اشارم برای این بود که به اصطلاح این خانم
حتما خبرها محمدی به زندان اویدی چیزی میرسه، شاید تلویزیون و ایناشون فلان آنتنش خرابه، وقتی که خبرها برسه ایشون حتما یه بیانیه‌ای برای دفاع از مردم فلسطین میده. به هر حال خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید، تا فرصت دیگه بدید. سپاس از شما هم برای فرصتی که برای من ایجاد کردید و تونستیم بعد از مدت‌های گفتمانی با هم بله داشته باشیم. بله بعد از روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور بدید.